سلام خدمت شما هموطنان گرامی. مهمترین اخبار رویدادهای تاجیکستان و جهان در ظرف یک هفته در برنامه اطلاعاتی خبر با شما هستم عبیدالله سیدی. سرخط مهمترین خبرها: جشنها باعث آزار نورسان میگردد. اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواست زندانی های سیاسی را آزاد کند. روزی پرزیدنت تاجیکستان جشنی نوبتی تشکل پرستش شخصیت است. و دیگر خبر رویدادهای تاجیکستان و جهان. روز 14 نوامبر جشن پرزیدنت را در ولایت ختلان با حضور مقامات رسمی برگزار کردند که واکنش های زیادی را به بر آورد. چند رسم هایی که دفتر مطبوعات حکومت ختلان نشر کرد به نظر می رسد که نمایندگان حکومت در زیر چتر قرار دارند، اما نورسان در زیر باران قرار داشته برای این نمایندگان شعر و سرود می خوانند. کاربران شبکه های اجتماعی رفتار مسئولین حکومت را سخت تنقید کردند که تجلیل هر یک عید نباید باعث آزار نورسان گردد. عبدالله غربتی در صفحه فیسبوکش نوشته است که وقت تجلیل روز پرزیدنت و اثبات صداقت با آن مهمتر از سلامتی کودکان مردم است. کارگر دیگری به نام آیت الله آدینه نوشته است که این را میگویند نشانه اساسی غلامداری. چند دید نگذشته پس از تنقیدهای مردم تر شبکه های اجتماعی، دفتر مطبوعات حکومت ولایت ختلان این رسوم ها را پاک کرد. سخنگوی حکومت ولایت ختلان ناصر جان معمورزاده نوشته است که با تمام مسئولیت میگویم که یگان خواننده مکتب زیر باران شعر نگفته است. تنها یک پاره موسیقی زدند که آن هم زیر سایبان. اما در تصویری که آنها چاپ کردن دیده می شود که زن با چتر نزد کودکان قرار دارد. اگر سایبانی وجود می داشت که کودکان زیر او قرار می گرفتند، پس این زن چتردار نیز زیر آن سایبان قرار می گرفت، نه زیر چتر. این بار اول نیست که چونین کار از جانب حکومت داران دیده می شود. چندی پیش از جانب رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم برای چنین شیوه پیشوزگیری تنقید شده بود. او که در سر کلاه و در تن لباس های زمستانه داشت، دختران با لباس های تنک در شهر پنجکن استقبال گرفتند. 11 نوامبر دوره 12 مکالمه حقوق انسان بین جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا دایر گردید. خبر میدهد اتحادیه اروپا به نشر یک بیانیه. این مکالمه از طریق کنفرانس ویدیویی صورت گرفت و هیئت اتحادیه اروپا باریس یاروچویچ رهبر شعبه آسیای مرکزی در کمیسیاریتی رابطه خارجی این سازمان بر عهده داشت و هیئت تاجیکستان را عبدالجبار ستارزاده سردار شعبه حقوق انسانی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان راهبری میکرد. اتحادیه اروپا از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است قرارهای کمیته حقوق بشری سازمان ملل و گروه کاری سازمان برای تحقیق بازداشت‌های خودسرانه را اجرا کند، خصوصا طلب آزادی بزرگمهر یاروف وکیل زندانی سیاسی تاجیکی به گفته کارشناسان سازمان ملل غیر قانونی زندانی شده است. هرچی زودتر اجرا شود و با او جبران پولی زیان معنوی و اقتصادی را که دیده است بپردازد. در گذشته سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته بود سابق وزیر صنعت زی سعیدف و رئیس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان مقصود ابراهیموف را هرچی زودتر آزاد کند. نمایندگان اتحادیه ضمن این مکالمه به دوشنبه گفتند که از تنگ شدن آزادی بیان، از جمله آزادی واسطه های اخباری عامه، آزادی اتحادیه ها و اشتراک آنها در حیات سیاسی، گردی همایی های آسایشته و آزادی اعتقاد دینی و حقوق زنان نگران هستند. 16 نوامبر سال روان باری پنجم است که در جمهوری تاجیکستان روز پرزیدنت جشن گرفته می شود. انتخاب سنه این جشن تا به امروز سوالهای زیادی را به بار آورده است و نه همه مردم عادی کشور گفته می توانند که چرا این جشن محض 16 نوامبر تجلیل می گردد. آنها تنها می دانند که این یک جشن نوبتی به افتخار رحمانوف است و این منطقی است، زیرا مردم پرزیدنت دیگری را نمی شناسند. همین طور 16 نوامبر سال 1992 در خوجند اجلاسیه نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان به کار خود شروع کرد که در جریان آن رحمانوف 19 نوامبر رئیس شورای عالی و بعدتر سال 1994 به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان
انتخاب گردید و مراسم سوگن یادکنی او 16 نویبر همان سال برگزار شد. یعنی سنه تجلیل روز پرزیدنت در کشور ما تاریخاً به نام رحمانوف علاقمند است. حکومت کنونی کوشش میکند که تاریخ را بازنویسی کند و در خاطره مردم تنها آن چیزی را که برای او سودمند است جا نماید. اما در اصل اولین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قهار محکموف است که از جانب نمایندگان شورای عالی تاجیکستان شوروی برگزیده شد. پرزیدنت دوم تاجیکستان که از جانب مردم انتخاب گردید رحمان نبیف بود. اما در روز جشن پرزیدنت 16 نوامبر درباره دو پرزیدنت اول حرفی گفتن نمی شود. روز پرزیدنت در تاجیکستان به یکی از مرحله های تشکل و ایجاد پرستش شخصیت تبدیل یافته است. امروز نسل جوان در روحیه پرستش رحمانوف آشکارا تربیه کرده می شوند و چنین به نظر می رسد که در این روز همه چیز خوب است، همه قناعتمند هستند، همه سرود می خوانند، رقص می کنند، رسم می کشند. ما از چی شاد و خرسند هستیم؟ از آنکه فرزندان ما در فضای دروغ به وای می رسند؟ فرزندان ما نمی فهمند که این جشن مدهش آنها را از آزادی و حقوق عادی انسان، از امید به آینده شایسته محروم می کند. هنوز نسلی هست که عاقبت دهشتبار چنین جشنها را درک می کند، اما فرزندان ما این را درک نمی کنند و رحمانو و اولاد او امروز قادر به همه کار هستند تا فرزندان ما هیچگاه نفهمند که آدمان آزاد پرزیدنت خود را پرستش نمی کنند. بنیانه کامل را می توانید از سامانه رسمی گروه 24 گروه 24 نقطه نت دریافت کنید. به گزارش رسانه های تاجیکستان، نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان گله کرد که معاش در کشور در سطح ضروری بالا نرفته، در برخی تشکیلات کارگران اختصار شده ایستادند و این باعث گردید که بقیه قرض انداز تا اول ماه اکتبر در کشور از 1 میلیارد تومان گذشت. در نتیجه در سطح ضروری افزایش نیافتن مزد مهنت و کم گردیدن شماره کارگران در بعض از کارخانه ها و تشکیلات از حساب انداز درآمد و انداز اجتماعی کارخانه های غیر بودجتی نسبت به همین دوره سال گذشته متناسباً 101 میلیون سومانی و 113 میلیون سومانی کمواری شد، گفت رئیس کمیته انداز در شهر کمواری شدن مبلغ به بودجه. طبق اطلاع رسمی که نشریه پارلمانی صدای مردم نشر کرده است، از حساب درآمدهای داخلی، واردات اندازها و پرداختهای حتمی به بودجه دولتی طبق نقشه به اندازه 92.1% تأمین گردیده، به جای 8 میلیارد و 143 میلیون سومانی به بودجه دولت 7 میلیارد و 497 میلیون سومانی وارد کرده شد که این نسبت به نشان دهنده های پیش بین شده 646 میلیون سومانی کم می باشد. امام علی رحمانوف در روز سوگن یادکنی خود که روز 30 اکتبر سال جاری برگزار شد اظهار داشت که در 7 سال اخیر کاریش مزد مهنت میانه هر یک کارگر 2.4 برابر افزایش یافت و زیاده از 1 میلیون جای های کاری ساخته شد. اما رئیس کمیته انداز دولتزاده از مشکلات اختصار کارگران و کمبود جای های کاری و همچنان از بالا نرفتن مزد مهنت شکایت می کند. زیاد کارشناسان به این نظرند که شرکت های بزرگ در تاجیکستان به خانواده رحمانوف تعلق دارد و آنها از سپاریدن انداز آزادند و این باعث می گردد که کمیته انداز بودجه ضروری را جمع آوری کرده نتواند. و همچنان شرکت های دولتی که از جانب خویشاوندان رحمانوف منپاله شده اند از سپاریدن انداز سرکشی می کنند. برای مثال تاجیک تلکام که رئیسش بیگ ظهوروف قده امام علی رحمانوف است 25 میلیون و 400 هزار سومانی از انداز قرضی دار است و همین طور چندین شرکت های دیگری تعلق داشته به این خانواده. اگر یگان شرکت تجارتی از شهروندان عادی کشور می بود و دستکشی میکرد از سپاریدن انداز، دیری نگذشته در تالارهای بلند در حضور خود رحمانوف قرار گرفته سرزنش می شد و سپس پشت زندان می رفت. در دولت‌های دموکراتی به نظارت واسطه‌های اخبار عامه حاجت نیست و یگان راهبر سالم فکر کشور از حقیقت نگاری و انتقاد واقعی حراس ندارد، زیرا این پدیده به قبول تصمیم‌های درست مساعدت می‌کند.
اما متاسفانه رحمانوف کایهاس که از بیماری شیدایی عظمت رنج میکشد و خود را تقریبا خدای میشمارد که هیچگاه اشتباه صادر نمی نماید. سایت معروف اخبار 13 نویبر در 4 سالگرد تأسیسش بسته شدن خود را اعلان کرد. این سامانه در دوام 4 فعالیتش خود را همچون یک رسانه مستقل معرفی کرده رویدادهای تاجیکستان را واقع بینانه انعکاس می کرد و منفیتهای کسی را تبلیغ نمی نمود. امروز این رسانه خبری مجبور است که طبق قرار کاملا ناعادلانه افراطی دانسته شدنش از جانب دادگاه عالی تاجیکستان از تاریخ 15 فوریه سال 2020 در اوج معروفیت فعالیت خود را قطع نماید. آن به عنوان سامانه در خدمت به منفیت تروریستان و افرادگرایان عیبدار دانسته شده بروی خط سامانه های در حدود تاجیکستان ممنوع شامل کرده شده است. سرمحرر این سید میرزای سلیمپور قرار دادگاه را همراه آشکار با آزادی سخن در تاجیکستان نامید. به عقیده او سید از آن سبب ممنوع اعلان کرده شد که در آن موضوع های برای مقامان نخوشایند از قبیل فسادکاری منصبداران بلندپایه و کمبود اداره و مؤسسه های دولتی کشور انعکاس میافتند. از بس که این سید در قلمرو تاجیکستان ممنوع اعلان گردیده است، روزنامه نگاران و مؤلفان مقاله ای که با آن همکاری میکنند از جانب مقامات مورد تهدید قرار گرفته، خوانندگان عادی این سید برای لایک ماندن یا شرح مطالب آن تا مدت 5 از آزادی محروم میگردند. وضعیت پورتال خبری اخبار بار دیگر ثابت میکند که رحمانوف دیکتاتوری حقیقی شده است و در کشور نظام خودکامه حکمران است. سنزورا و نظارات در همه جای حاکمیت دارد. واسطه های اخبار آمد تنها درباره آن چیزی که رئیس جمهور میخواهد مینویسند و سخن میگویند. در کشور واسطه های اخبار عامه مستقل موجود نیست. هر گونه گوناگون اندیشی ممنوع است. حرکت سیاسی گروه 24 با راهبر سایت اخبار اظهار همراهی نموده با اندیشه سرمحرر درباره آن که امروز در تاجیکستان آزادی بیان و دادگاه مستقل وجود ندارد موافق است و به راهبریت آن در مبارزه برای انعکاس خالصانه و واقع بینانه رویدادهای تاجیکستان موفقیت و توانمندی آرزو می نماید. بازداشت دوباره ایشان سراج دین. به گزارش خبرهای رسمن تصدیق شده، مقامات قدرتی تاجیکستان روز 12 نویبر روحانی معروف تاجیک سراج دین عبدالرحمنوف معروف به ایشان سراج دین را به شمول چند شاگردانش دستگیر کردند. گفته می شود که هنگام بازداشت کارمندان مقامات حفظ حقوق کتابها و کامپیوتر شخصی او را نیز با خود بردند. سبب بازداشت دوباره او راهبر غیر رسمی گروه سلفیه شهر داده شده است. ایشان سراج دین که با معاوضه های پر احساس شهرت پیدا کرد سال 2009 همراهی پسر و 5 از شاگردانش دستگیر شده و جرم پیروی جرایان ممنوع مذهبی سلفیه در تاجیکستان به 7 زندان محکوم شد. او زمان در زندان قرار داشت، بر رسانه ها گفت که شکایت ندارد و دائم در حق راهبر دولت دعا می کند. در ماه ایون سال 2013 ایشان سراج دین پسرش و شاگردانش قبل از مهلت از محبس آزاد شدند. او بعد آزاد شدنش ریش خود را دوباره گذاشت و زود به طریق ویدیوها در اینترنت پیدا شده از سیاست پیش گرفته حکومت دفاع میکرد و از مخالفان حکومت کشور سخت تنقید میکرد. این بار اول نیست که حکومت کشور به جرم پیروی از مذهب سلفیه مردم را زندان میکند. عبدالملک سلاموف جراح معروف قلب با 2 رفیقش در شهر خوجند سال 2017 به جرم سلفیه 5 از آزادی محروم گشته بودند. به گفت مقامات او و 2 رفیقش به گمان همنشینی و اشتراک در محفل پلاوی سلفی ها بازداشت شدند، اما خود او این اتهام را رد می کرد. هنرمند برجسته و خادم فرهنگ و صنعت تاجیکستان هاشم گداد در بیمارستان سیرایتی ظرفشان بستری شده است. به معلومات وزارت تندرستی، هنرمند به بیماری کرونا ویروس سیرایت شده است. خود هاشم گدا به رسانه های خبری بستری شدنش را تصدیق نموده گفت که خود را چندان خوب حس نمی کند. روز 15 نویبر مردم بلاروسیا در میدان ها ریخته استعفای پرزیدنت کنونی الکساندر لوکاشنکو را طلب کردند، اما کارمندان نظامی بلاروس
ده نفر را دستگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که واکسینه به ضد کرونا ویروس نو تا ماه اپریل سال آینده دسترسی عامه می شود. در شبکه‌های اجتماعی نورهای پیدا شد که در آن ساکنان منطقه قره‌باغ کوهی خانه های خود را آتش می زنند. خانه های آنها در منطقه جایگیر هستند که طبق توافق نامه نو باید به دولت آذربایجان برگردانیده شود. این بود خبر رویدادهای هفته گذشته که تقدیم شما کردیم. تا هفته دیگر خداحافظ.